کودتاهایی که کشورهای مختلف در جاهای مختلف کردن یا کودتاهای داخلی که انجام گرفت و مخصوصا استراتژی که عربستان در مورد ایران داره و کمکی که کرده به یک کودتایی که من یه جا خوندم مخصوصا در بلوچستان عربستان داره فعالیت هایی میکنه، اینها چه علتی داره و چیه؟ خدمتتون عرض کنم بله، دو چند بار سعودی ها در ایران این فکر رو داشتن. بار اول که خیلی قوت گرفت 1983 بود، زمانی بود که اینا پول کلونی خرج میکردن و کشورهای دیگه عربی هم خرج میکرد، کمک مالی و کمک داوطلب میفرستادن به نیروهای داوطلب میفرستادن به عراق. جنگ ایران عراق بود دیگه، چند سالی بود آغاز شده بود و یکی در اونجا بهشون میگه که اگه شما یک جبهه جدیدی رو در ایران ایجاد کنید و نارامی ایجاد کنید، ایلات و عشایر و ارتشیان خیلی از اینا که هنوز یه سال دو سال بود انقلاب شده بود دیگه، هنوز امیدهایی دارن و جوانم هستن، به شما خواهم پیوست. برای این منظور رجوع میکنن به آریال شارون، اون موقع وزیر دفاع بود، جعفر نومیری، کسانی که در این ماجرا، در این کودتا به اصطلاح حالا شکل کودتا، و عدنان قاشقی. عدنان قاشقی عامل مهمی بود برای اینکه راضی کرده بود که چه سالیه؟ 1983. تاریخش هم 13 می، آغازش تاریخ می 13 است. 13 می این فکر خطور میکنه براشون. و اول میرن یک فیزیبیلیتی استادی میکنن، یک برآورد اولیه میکنن. در این برآورد اولیه حساب میکنن که چه چیزایی رو میتونن داشته باشن. میگن ما از اسرائیل، از آریال شارون خواهیم خواست که اسلحه‌هایی که از کشورها، از گروه‌های عربی ترین چند سال گرفته، کلاشنکوف و خونپاره و موپاره، این چیزا رو، خب اینا وقتی گرفت انبارای بزرگی داشتن از این اسلحه، اینا رو ازش می‌خریم با قیمت ارزان. از اون نظر از جعفر نومیری استفاده می‌کنیم. ابو طیف هم بود، ابو طیف رئیس سازمان امنیت جعفر نومیری بود، بله، اونم تو این مسئله بود. اون وسطا میگه خب ما این کار رو انجام میدیم، به شما کمک میکنیم، از این مرسنری، از این موضوع را به شما میدیم، به شرطی که ما این کلمی هایی که اینجا هستن برن اسرائیل، و این توافق هم اونجوری شده بود. 800 میلیون دلار هم بودجه این برنامه بوده. این آدم هایی هم مثل نیمرودی و ازری اینا که نمایندگاه نظامی و کنسول به اصطلاح نماینده نظامی اسرائیل در زمان شاه در ایران بودن، اونا هم دخیل بودن، چون نیمرودی نزدیک به 50 میلیون دلار در سرمایه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری مختلف شکست خورده بود. خب این پول میان جمع میکنن، این پول میان درست میکنن و عرشبت میرن و صحبتهایی هم که میشن، بله، اینا جمع میشن میرن در کنیا. در کنیا یک پارک بزرگی هست که متعلق به عدنان قاشقی، که از چشم همه دوره، اسمش هم ماونتن کلابه، ماونتن کلاب، کنیا ماونتن کلاب. اونجا میرن گلف بازی میکنن اینا. مال عدنان قاشقیه. مال عدنان قاشقیه، بله. اگر اشتباه نکنم بیش از 100 هکتار زمین گلفه. و چیزای دیگه هم داره. در اونجا به دور از چشم همه یک عکسی یادگاری هم هست که عدنان قاشقی و همین داریم عکسشو. بله. عکسو بذار روی آنتن لطفاً. بله. آقای آریال شارون و نومیری، جعفر نومیری با هم دیگه، بله، این عکس اگه ملاحظه کنید، حالا در سمت راست عکس که دیده نمیشه، ببخشید، در سمت چپ عکس وزیر سازمان امنیت چیز قرار داره، همون جعفر نومیری قرار داره. بله. در اینجا صحبت‌های اولیه شد که این کار انجام بدن. طرح به این صورت بود که نه تنها اسلحه‌های سبک، بلکه کاری که اینا می‌خواستن انجام بدن، حتی تانک‌های سبک و نمی‌دونم نفربرهای سبک وارد ایران بکنن با چند تا هلیکوپتر و اینا، به نقاطی که زمان جنگ به نقاط حساس حمله کنن، به جاهایی که باید برن بزنن، اینا این کارا رو انجام بدن. و امیدوار بودن چون در ایران جنگ، انتقال و رفتن نیروها از یه محل به محل دیگر رو به اصطلاح دولت متوجه نشه و از اون طریق اینا میتونستن خرابی ایجاد کنن، پولها رو از بین ببرن، به فرودگاه حمله کنن، و یه جنگ داخلی و ادامه جنگ داخلی که وقتی از اینا سوال میشه از به اصطلاح ملک فاس و میگن نومیری و به اصطلاح
ایراشا رو میگه اگر پولمون کم اومد چی؟ میگه خب ملک فهد تعهد کرده که باز کمک مالی رو ادامه بده. بله. یعنی با 1 بیلیون بیشتر. البته چند تا خلبان دیگه اسرائیلی هم در این مسئله بودن که به صورت مستقل منفرد بودن. این ماجرا به همین یک گفتگویی هم میرن مراکش، اون موقع به صورت دستگاه سلطنتی در مراکش بود. با یه عده از نظامیای ایران هم یک گفتگوهایی میکنن. اون یکم اینا رو شل میکنه. چون قول و قراری که نظامیای ایران در مراکش به اینا داده بودن خیلی بیش از اون بود که اینا برآورد کردن، دیدن این اطلاعات درست نیست. یکی این بود باعث شد بعد وقت چه اطلاعاتی درست نبوده؟ اصلا گفته بودن ما این همه آدم در اینجا داریم، در فلانجا آدم داریم، در این پادگان مثلا بلوچستان مثال بزنم. آها. مثال میخوام بزنم. بر بلوچستان گفته بودن شهرهای پیپ و بنت و اسپکه اینا پادگان های نظامی داره و خشت خاش اینا فرمانداشون کردن، با ما توافق دارن که پادگان رو به شما تحویل بدن. اینا رفته بودن تحقیق کرده بودن چون اصلا کردن ولی اصلا پادگان رو تحویل نمیدن. یا مرکز شنودی در اونجا بود به نام کوه بلکسیاه که الان روسا دارن اداره میکنن، چون جای خیلی جالبیه، هم تمام منطقه گواته رو میتونه داشته باشه، هم منطقه افغانستان و پاکستان. دیده بودن اونجا گفت دست ماست، دست ما نیست. خیلی از این اطلاعات که داده بودن روی تخیلات داده بودن. ضمن اینکه وقتی شینبت سازمان امنیت ارتش اسرائیل و مثلا بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل و موساد فهمید که چنین طرحی هست، جلوشو گرفت، چون منافع اونا و برنامه اونا فرق میکرد. این بود وقتی بهش آریه شارون گفتن برگرد، ایشون هم برگشت و این طرح به اصطلاح اجرا نشد. کمتر جایی نوشته شده، کمتر جایی در این مورد صحبت شد که چنین اتفاقی میخواد بیفته. این قبل از کودتای نوژه بود دیگه. بله قبل از کودتای نوژه بود. این کودتای نوژه خیلی باز بود. یعنی کودتا نبود. یکی از دوستانم که با یه شخصی آشنا بود، با یه خانمی عروسی کرده بود، همسرشون خلبان بود، تلفن کرد به لندن به من که خبر خوش دارم، میخواییم کودتا بکنیم فلان. این 2 ماه قبلش به این صورت باز بود. جدی میگی؟ خیلی باز بود، خیلی باز. اینه که دلیل اینه که خیلی ها گرفتار شدن به خاطر اینکه چندین سازمان مختلف بود، یک هماهنگی نبود و روی اطمینان غیر حرفه‌ای این مسائل رو لو رفت، خیلی اشتباهات شد. هماهنگی زیاد بود. کودتای نوژه را نمیشه، البته خیلی ها در اینجا کشته شدن بیچاره، ولی کودتای درست حسابی نبود. کودتا به این شکل بود، مثلا یک بار دیگه مثلا خود آقای بختیار خودش خواست انجام بده. یه سازمانی داشت به نام ساب، سازمان امنیت بختیار، که از اونا جدا شد، رفت توجهش رو خوب بلوچستان گذاشت. تو بلوچستان میدونیم مهمترین ایلی که از بزرگترین ایلی که هست مبارکی ها هستن. رهبر مبارکی ها اون موقع ایوب خان مبارکی بود که نیمتاج داشت از پادشاه فقید، برادرش ایوب خان بود و ایلات عشایر دیگر هم بودن که اینو باید خاموش کنم، ببخشید، اشکال نداره. و ایلات عشایر دیگر هم بودن مثل نارویی ها، ایل نارویی بود، ایل گرگیزهی، گمشدزهی، شهنوازی، تمام با اینا به طور کلی پراکنده در تماس بود و با اون ور مرز، اون و پاکستانی هایی که ایلات بلوچی که در اون ور مرز هستن، در اونجا یک 114 کیلومتری مرز ایران یه جایی هست در کویت، یک مدرسه نظامی هست که الان مرکز القاعده شده در پاکستان، ولی در اون موقع چنین نبود، بلوچ‌ها اونجا بودن و هماهنگی های شده بود که این کار انجام بگیره. عرب هم یه پولی بهش داده بودن، یعنی صدام حسین هم یک پولی ازش، در پول خیلی هنگفتی نه ولی داده بود، چند میلیون دلار داده بود که با پولای دیگه شده بود نزدیک به 22 میلیون با این ور اون ور که گرفته بود. امریکا پول نداده بود. این شناخت اشتباهی داشت آقای بختیار در این مورد به یک روحانی به نام میرمولاداد سردارزهی که از رهبران سنی بلوچستان بود، به این اومد پول داد. فرزندان ایوب خان اومدن در خارج بودن، البته یکی از فرزندانش در خارج اومد گفت که این پول به این ندی، این آدم خوشنامی نیست، ولی قانع کرد از این پول گرفت. بعد از یه مدتی گم شد، بعد دیدیم که رفته پاکستان، چیز ببخشید هندوستان، در اونجا ملکی خریده و قصری درست کرده اینا.
بعد عوامل انصاری داشت که می اومدن پیش آقای بختیار، گفت پول ما چی شد؟ گفت ما رفتیم از چین مسلسل خریدیم، آوردیم بیاریم از خلیج گواتر تحویل بدیم به بلوچا. وقتی که آوردیم خلیج گواتر خیلی نارامه، این دریا طوفانیه، اونجا اصلا بلمای حتی ماهیگیری هم از بین میرن. خب میگم 4 تا بلم ما در وسط خورد در شب بود و غرق شد و اینا، پولاتون از بین رفت. خلاص خود اون میر مولاداد سردار زهی هم بعد از 6-7 ماه به خاطر مریضی از بین رفت و مرد. این یه کودتای دیگه بود که آقای بختیار میخواست به این صورت انجام بده، ولی بیچاره خیلی به این برابر پول داد که پولاشو خوردن و کارش این نبود. کودتای دیگه هم وجود داشت؟ بله، یه کودتای دیگه هم بود در این که به شکل کودتا نبود، بیشتر یه حرکت نظامی بود که تیمسار ناظم و آگاه بودن مسئولینشون، اومدن ارومیه هم یه بخشش رو گرفتن. چون ناهماهنگ بود، وقتی که اومدن این کار رو انجام دادن عقب نشستن. وقتی عقب نشستن یه تعداد زیادی کرد که با این همکاری میکردن گرفتار شدن و همه اعدام شدن. اون کردهایی که گرفتار شدن همه اعدام شدن. البته اونایی که جزئی بودن ولشون کردن رفتن، ولی فرمانده ها شده داشتن. این ناگاهی بود که این تیمسار ناظم این کار انجام داد و بی تجربه‌ای بود که انجام داد و به این صورت باعث مرگ یه ده آدم بیگناه شد. به این صورت خدمتتون عرض کنم یک مدتی هم دولت ترکیه موقعی که آقای آریانا و تیمسار آریانا بود، چون ارتباطی با این نظامی های ترکیه از قدیم داشت، به اینا گفته بودن بیاین اونجا کمپی درست کنین برای اذیت کردن ایران بود بیشتر تا چیز دیگه. منتها اینا نظامی هایی که رفته بودن اونجا خیلی جدی گرفته بودن مسئله رو، در صورتی که چنین نبود. اینا ترک ها میخواستن فقط یک مثل ترساندن. اینا یه ده واقعا رفتن اونجا و میرفتن ایران، میومدن دو سه تا با ایل روابطی داشتن و به جایی نرسید کارشون. یه روز اومدن گفتن دهتراتون رو جمع کنید از اینجا برید. کودتایی به اون صورت نتونستن انجام بدن. جدی‌ترینش همین بود که خدمتتون عرض کردم، مال ادنا آقا شوقی و چیز بود. عراق یه دفعه در منطقه آهوران ایران یه فعالیتی خاص بکنه. اونجا یک شخصی بود به نام اسلم بلوچ. این قبل از انقلاب 50-60 تا چریک رفته بودن، دوره دیده بودن که بیان خرابکاری کنن در منطقه آهوران. منطقه آهورانش خیلی جای خوش سرسبز و برعکس جاهای دیگه بیابونی نیست و جای حساسه، میتونه به بندر عباس اینا آسیب برسونه از اونجا. منتها اونا قصد کودتا نداشتن به نفع کسی، اونا فقط قصد این بود که در منطقه بلوچستان یه حکومت چیزی باشه. یک بار دیگه هم سعودی ها به وسیله عوام انصار خودشون رجوع کردن به مرحوم تیمسار جم. این جالبه، رجوع کردن به ایشون که ما به شما پول میدیم و طریق صحبت کردن عربا هم اینجوری که هر چقدر میخوای به تو میدیم، از اون منطقه شما حرکت کنید برید استانها یکی یکی بگیرید و برید. این گفتگو 5 دقیقه بیشتر طول نکشید و جمعش رو بیرون کرد اون شخصو. گفت که خب شما این حالا نهایت پول میدین یعنی چی آخه؟ همین چی که با پول نیست، ولی چقدر میخوای بدی؟ با 6 میلیون دلار برای این کار در نظر گرفت. گفت اینا با 6 میلیون دلار که میدین، ما اومدیم فرض کنید بلوچستان رو با 4 تا ایل پخش میکنیم پولو. یه هفته اونجا رو گرفتیم، هفته دوم که این پولا تموم شد، خب این گلوله‌ای که در خشاب میزنی میره هر کدوم 10 تومن قیمت داره دیگه، تموم بشه جانشین این گروه از کجا بیارم؟ اینا فقط عربا میخواستن این نارامی اونجا ایجاد کنن که تمرکز از جبهه عراق کشته بشه. اینو که جمع بلافاصله مطلب رو رد کرد، متوجه شد. البته ایشون خیلی مرد واردی بود و یک نظامی بسیار به اصطلاح فرهیخته، خیلی علاقمند بود به ایشون، خیلی مرد بسیار دانشمندی بود و اون به این چیزا توجه نمیکرد، به این چیزای ساده، به این حرفا. ما چرا جدایی سیاست و مذهب در منطقه نمیتونیم داشته باشیم؟ خدمتتون عرض کردم زیر ساختار از دوران پیدای، از زمانی که ما شهر نشین شدیم، یک جا نشین شدیم، زیر ساختار مذهبیه. در اون زیر ساختار قانونمند شده مذهب بعد سیاست هم اومده اون تو. اینه که هیچ وقت این عملی نخواهد بود، هیچ وقت. اگر هست کاذبه. اگر شما میبینین یه حرکتایی هست، حرکتایی هم که اگر بوده، اینا مال طیف چپ بودن. طیف چپ همیشه وابسته، فقط نه در ایران، در تمام اون کشور وابسته به یک کشورهای دیگه هست و موقت. خود طیف چپ ثابت کرد در روسیه که دوام نمیاره،
و از بین رفت. اینه که اونایی هم تازه وابستگی به اون داشته باشن ریشاشون خیلی زود خشک میشه و درست شدنی نیست. ولی اینجا ما الان خیلی چپ داریم که شعارها میدن و حرفا میزنن. بله من برنامه ریزی دارم. بله من خدمت رو نشت کردم. یکی از دوستان که هی اصرار داره ما باید بریم ایران چون اینا عربن، بهشون گفتم که خب در ایران اون 22 خانواده‌ای که بعد از اسلام حکومت کردن اینا که عرب نبودن، همه ترک بودن. ما نمیتونیم بگیم که ایرانی نبودن، ایران تبار بودن، ترک بودن. اینا هم همچنین. نه این اینا این حرفا اسلام اثر نداره. صحبت کودتا شد، میخواین یک کودتا دیگه بگم اگه وقت دارین؟ حتما. بعد میخوام برگردیم به اروپا. کسانی که فکر میکنن در انگلستان هیچ وقت کودتا نمیشه، یه ماجرایی هست در انگلستان به نام ویلسون پلات. هارولد ویلسون نخست وزیر حزب کارگر انگلستان که همه میشناسنش، این چیزش این بود، مشخصاتش این بود که همیشه یک بارونی دست دوم قدیمی میپوشید و هر وقت ازشون سوال میکردین اول یه پیپ میکش، پیپش رو روشن میکرد. دلیل اینکه پیپش رو روشن میکرد فکر کرد مثل چرچیل. چرچیل هیچ وقت سیگاری نبوده با. ولی در تمام عکس ها شما اینو با سیگار میبینید. به هر جهت این وقتی که آناتولی گالتسین یکی از جاسوسای روسی، یه سرهنگ دوم روسی بود، پناهنده شد به اینور، به سازمان‌های اطلاعاتی گفت ما در حزب کارگر یک مهره داریم و این مهره هارولد ویلسون، هنوز در رده خیلی پایینی بودن. از 1945 هارولد ویلسون در حزب گروه‌های سوسیالیست و حزب‌های کارگری انگلستان به اصطلاح بود و ما از اون موقع این برای ما کار می‌کنه. اینو مراقب باشید. در این حین این اومد مسئولیت‌های مختلف تو حزب قرار گرفت و بعد نفر دوم حزب شد. هیو کسل نامی که رئیس حزب بود و بنا بود انتخابات آینده شرکت کنه، ناگهان مریض شد، سکته کرد، مرد. تا امروز هم مشخص نشده کالبوچکاف چی بوده، چون خیلی‌ها خواستن کالبوچکافی کنن، باید بکنن نکنن کالبوچکاف، بالاخره خاکش کردن رفت. اون که رفت خاک شد، زیر خاک رفت، ایشون شد نخست وزیر. در دوران نخست وزیری این الان به اصطلاح توطئه هارولد ویلسون اینه، در دوره نخست وزیری این سازمان امنیت داخلی انگلستان MI5 با رؤسای پیشینش و یه مقدار از روزنامه‌های به اصطلاح طیف راست و میانه، حتی طیف چپ، شروع کردن از حزب کارگر. این دو بار نخست وزیر شد در زمین، یعنی دو بار انتخاب شد که بار دومش رو در 76 کارشون نیمه کاره گذاشت، اومد بیرون، زیر فشار بود، هی برای این مشکل درست کردن، هی مشکل درست کردن. این هی خواست کارهایی که میخواست انجام بده و یه مقدارش انجام داد، مثلا پزشکی مجانی، آوردن بیگانگان به کشور، درها رو باز کنید، این کارهایی بود که دولت انگلستان دوست نداشت. در این بین یک داستانی هست که هنوز ثابت نشده که این اصلا کارش به یه جایی رسید که گفت ما میاییم و با یک ضربه حکومتی بدون اینکه ملکه رو عوض کنیم، دایی ملکه لرد منباتن رو که لورد اف برما معروف بود، جنگ جهانی دوم فرمانده ارتش اینا در شرق، به اصطلاح جنوب شرق آسیا بود، بعداً تا 1948 وایسرای هند بود، یعنی تا زمانی که انگلیسی اونجا بودن این نماینده اونا بود، اینو جانشینش میکنه. لورد منباتن خب خیلی نام خوبی داشت، دایی ملکه بود. و در این حین موقعی که ماهیگیری رفته بود لورد منباتن، خودشو، زن و بچه‌شو، نوه‌شو، نتیجه‌ش 13 نفر در یک قایق منفجر شدن، همه مردن. بلافاصله انگشت اتهام رفت روی IRA، ارتش رهایی بخش ایرلند، که شما این کارو کردین و تا به امروز ثابت نشده که کی این کارو کرده. اما اونایی که باور به این مسئله دارن و میگن که از به اصطلاح در سایه اینو داشتن درست میکردن که جانشین ملک انگلستان بکنن، اعتقاد دارن که در این توطئه بزرگ بوده. خود هارولد ویلسون بعد از این ماجرا ناگهان گفت که من خسته شدم، میخوام استعفا بدم، به کارهای خصوصی برسم. بعد از اینکه هنوز دو سال به پایان دورش بوده بود که نخست وزیر باشه، بعدش اومد در به شوخی گفت در یکی از گفتگوهای آخرش که روی یوتیوب شما میتونید پیدا کنید، گفت خب منم خونه نشینم کردن دیگه، میگه و بعد آلزایمر گرفت، یعنی دیمنشیا گرفت، بعد آلزایمر گرفت، بعد خاطراتش رو نتونست درست حسابی بنویسه، دیگران اومدن خاطراتشون نوشتن و این توته معروف به ویلسون پلات هستش به این صورت که اینم رفت. در شوروی هم از این توطئه ها میشه؟ بله، ولی در شوروی به ما خبر نمیدن. در شوروی بله، خب تمام این رهبران و صدر هیئت رئیسی که عوض میشن یک به یک، هیچ که به دلخواه نمیره، عوضشون میکنن،
به اون مورد، ولی به اون صورتی که ما دیدیم چی عوضشون میکنه؟ پارلمان یا تشکیلات سیاسی هست که برنامه ریزی سال چندین ساله داره؟ همون نه نه اون چجوریه؟ پولیت بیروی که اینا دارن، پولیت بیرو تمام رهبران نظامی، سیاسی و امنیتی روسیه هستن. اینا گروه بندی دارن با هم دیگه. گروه بندی ها گاهی اوقات دستی به یکی میشن، یکی رو از یک گروهی از بین میبرن، یک گروه از بین میرانن. مثلا انتخاب شدن رئیس همین آقای پوتین و سر کار آمدنش بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا به امروز اصلا غیر منطقیه. اصلا این حکومت داره میکنه، کدوم پارلمان جلوش میتونه وایسته؟ هر کی مخالفه از بین میره میکشنش. این به این راحتی نمیره من که بیرونش کنن. مثلا الان مگه وقت از کودتای دیگه هم بگیم. بگو. خدمت رو نرس کنم، سال 1974 در اون موقع ماکاریوس در قبرس بود و ماکاریوس از اون معدود کسانی بود که در سیاست و در مذهب هر دو دخالت داشت، مثل آقای خامنه ای، مثل دیگران، یعنی مرد هر دو جبهه بود. قبرس اون موقع جزیره بود که انگلیسی ها سه تا پادگان داشتن اونجا، مهمترینش آکراتیری بود، ولی یک جدایی بود بین ترک های قبرس و مثلا مسلمان های قبرس و مسیحی ها، که مسیحی ها بیشترشون ترک بود، یونانی بودن. وقتی که گلافوس کلاردیس و بعدش حکومت نظامی ها در یونان اینا قدرت داشتن، یک جنرالی بود از جنگ جهانی دوم به نام جنرال گریواس، که این جنرال گریواس یه عقیده‌ای داشت به نام انوسیس، یعنی همپیمان شدن جزیره قبرس با سرزمین مادر. بعد این انوسیس در یک تشکیلاتی بود به نام ایوکا و تشکیلات بازوی اجرایش هم به نام ایوکابی بود، که اون موقع ها این منافع انگلستان رو به خطر مینداختن، هتل سن جورج رو منفجر کردن، که در فیلم اکسدوس اگه شما به خاطرتون باشه هتلی که منفجر میشه همین سازمان ایوکا اینا کرد. این تشکیلات میخواستن که یونان بچسبه به قبرس، بچسبه به یونان و مسئله از بین بره. رئوف دینکتاش سوسیالیست رهبر ترکیه که موقعی که مرد، همین یکی دو سال پیش مرد، رئوف دینکتاش وقتی که دید یکی از افسرهای جوان گارد ملی قبرس به نام نیکو سامسون که یک جوان 31 ساله بود، علیه ماکاریوس توطئه کرد با اون نیروی خودش، گفت من کودتا کردم، ضربه اون کنید، رادیو رو گرفت، تلویزیون رو گرفت اینا، و رفت به سوی کاخ نخست وزیری ریاست جمهوری که اون فرار کرده بود، رفته بود پاپوس و بعد از اونجا یه جریانی هست. حالا یه دفعه من در یه جریان چرا اینو دیدم بهتون تعریف میکنم، ولی اون روز این جریان به این صورت که قدرت افتاد دست نیکو سامسون. دولت یونان محتاطانه به این کمک کرد، ترسید چون کشت و کشتار شده از هر دو طرف. رئوف دینکتاش اومد انگلستان، رفت با نخست وزیر و دولت صحبت کرد، چون باید میکرد، یعنی انگلیسی ها پادگان داشتن، گفت من میرم جزیره رو بگیرم و قسمتی که مال منه، مردم من در خطرم، باید برم اونا رو نجات بدم. نیرو پیاده کرد، 40,000 سرباز فرستاد، یه خطی کشتن به نام خط اتیلا. اون قسمتی که مال یونانی ها بود الان متعلق به ترک هاست، و اون قسمتی که مال ترک هاست، ترک ها بود، متعلق پیدا کرد به یونانی ها. دو قسمت شد قبرس از اون موقع. حتی در شما نیکوزیا یه بار وارد یه مغازه شدم، چون خود پایتخت دو قسمت کردن، از این ور مغازه که مغازه از این از خیابون به اون ور خیابون، نه در خود یک مغازه. آها. مغازه بزرگی بود، دو برابر وسط مغازه خط کشی بودن، نه مغازه سوونیر فروشی بود که رد می‌شدم یه در باز می‌خواستم از اونجا برم، این صاحب مغازه گفت اونجا دیگه خاک ترکیه است، بیا این ور. یه درش باز می‌شد به خاک یونان قبرس، یه درش بود. بعد رئوف دینکتاش گزار که یک مدیر مدرسه بود کردم رئیس به اصطلاح قسمت ترک نشین، و اونورم دوباره البته نیکو سامسون هم رفت بیونش کردن. جالب در اون موقع دو گروه از انگلستان به کمک اینا رفتن. در انگلستان بیش از خود شهر کشور قبرس، قبرسی زندگی میکنه، اینا بیشتر از 1963 و پیش از اون اومدن، اغلبشون هم یا راننده تاکسی هن یا سلمونی هن. دیگه تاکسی کم شده بود لندن، همه رفته بودن داوطلبانه به جنگن اونجا، و این یک کودتای دیگه بود. حالا اهمیت کودتای دیگه نداشت، فقط برای روشن چیز بود.